به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر همه شما خوبان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی و با زبان انگلیسی پایه 12 در خدمت شما خوبان هستیم. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. آموزش زبان انگلیسی پایه 12 نمونه آزمون زبان انگلیسی پایه 12 دوستان عزیز، همونطور که مستحضر هستید، در بخش مربوط به کنکور سراسری و همچنین آزمون‌های پایه 12 ما یه بخشی رو داریم به نام کلوز تست بخشی است که یک پاراگراف یا یک متن یا چند تا جمله رو داریم که به صورت جای خالی یه مقداری کلمات، یه تعدادی از کلمات رو جا انداخته و اون کلمات رو باید، کلمات درست رو در متن و جمله مربوطه قرار بدیم. خیلی تستای سوالات راحتی هستن، دقیقاً حالتی که به سوالات چهارگزینه جواب میدیم باید این سوالات رو جواب بدیم. Close test, choose the best answer. بهترین جواب را انتخاب کنید، بهترین گزینه را انتخاب کنید. حسن امیدزاده was a or an جای خالی teacher who worked in primary school in a small village in the north of Iran. حسن امیدزاده بود یک or an cruel ستمگر teacher، معلم، devoted فداکار، careless بی‌دقت، impolite بی‌ادب، who worked in primary school که کار میکرد در در مدرسه ابتدایی، in a small village در یک روستای کوچک، in the north of Iran در شمال ایران. خب با توجه به معنی و مفهوم جمله پاسخ صحیح گزینه B میشه، devoted teacher. A devoted teacher یعنی یک معلم فداکار، یک معلمی که خودش رو وقف کارش کرده. دقت کنید دوستان، نام و نام خانوادگی در زبان انگلیسی در همه جا با حروف بزرگ نوشته میشن، capitalization، قوانین مربوط به بزرگ نویسی. ایران هم کشور خاص هست که باید با حرف بزرگ نوشته بشه. A teacher who ضمیر موصولی who درس دوم زبان انگلیسی پایه 12 هست، بعد از فاعل از ضمیر موصولی هو استفاده می کنیم، فاعل انسان. جملمون گذشته است، worked به تلفظ کلمه work دقت کنید، work نگید، work ایدی گرفته، فعل با قاعده است، was گذشته. One day the school جای خالی fire and he heard some students جای خالی loud for help. میگه یه روز مدرسه spread fire, began fire, started fire, caught fire. Catch caught فعل بیقاعده catch به معنی گرفتن، catch fire یعنی آتش گرفتن، caught fire آتش گرفت. یه روز مدرسه آتش گرفت و او شنید صدای برخی از دانش آموزان رو برای کمک. Shout loud یعنی بلند فریاد می زدند برای کمک. Shout فریاد زدن، injure صدمه دیدن، آسیب دیدن، مجروح شدن، respect احترام گذاشتن، help کمک کردن، که پاسخ این قسمت هم میشه A. Shout loud یعنی بلند فریاد میزدن. دوستان ببینید، اولین حرف از اولین کلمه در زبان انگلیسی در جملاتی که آخرشون بستنده باشه، یعنی نقطه، علامت سوال و یا علامت تعجب باشه، با حرف بزرگ نوشته میشه. و اینجا hear شنیدن که تلفظ گذشته و اسم مفعولش میشه heard. Hear, heard, heard. گفتنی که متن در زمان گذشته بیان شده. He risked his own life، او زندگیشو، زندگی خودش رو به خطر انداخت، to جای خالی the kids، تا بچه ها رو lower کم کردن، پایین آوردن،
سیو نجات دادن، بوست تقویت کردن، ایمپروو بهبود بخشیدن، با توجه به معنی و مفهوم جمله میشه بی. To save the kids، تا بچه ها رو نجات بده. بعد از فعل ریسک مصدر با تو اومده، infinitive یعنی تو به علاوه فعل، kids یعنی کودکان، بچه ها. متن خیلی خوبی بود، امیدوارم که رضایت خاطر شما دوستان رو جلب کرده باشه. ازتون درخواست میکنم که با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار مطالبی از این قبیل کمک کنید. خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما، ابوذر حسنوند عموزاده. Have a nice time and be glad.